سلام به شما دوستای گلم، حالا احوالتون چطوره؟ خوبید؟ به رسانه تاپ 5 فارسی در یوتیوب خوش اومدید. خوشحال میشم که ما رو سابسکرایب کنید و برای اطلاع از ویدیوهای ما دکمه زنگوله که کنار سابسکرایب رو بزنید. ریختن آب دهان در خواب چه علتی داره؟ مشکل ریختن آب دهان در خواب رو چگونه برطرف کنیم؟ در ادامه این ویدیو از علت‌ها و درمان‌های ریختن آب دهان در خواب مطلع بشید. همراه ما باشید. وضعیت خواب. معمول‌ترین علت ریختن آب دهان در هنگام خواب بسیار ساده است و این کار با جاذبه انجام میشه. وضعیتی که شما با اون میخوابید اغلب منجر به تجمع بزاق در دهان شما میشه. افرادی که به طرفین یا روی شکم میخوابن بیشتر احتمال داره که این اتفاق رخ بده، به خصوص اگه از طریق دهان تنفس میکنن یا اگه مسیرهای سینوسی تنگی داشته باشن. بزاق انباشته شده ممکنه هنگام تنفس از دهان خارج بشه. سینوس‌های مسدود شده از علت‌های ریختن آب دهان. اگه گرفتگی بینی به خاطر سرماخوردگی یا عفونت دارید، ممکنه متوجه بشید که بیش از حد معمول بزاق دارید و در شب بیرون می‌ریزید. اگه به طور مرتب مجاری سینوسی یا سینوس‌های شما مسدود باشه، ممکنه در تمام مدت آب از دهان شما بیرون بریزه. سینوس های مسدود شده باعث میشه که شما وقتی خواب هستید از دهان خودتون نفس بکشید و تنفس دهان به تولید بزاق بیشتری منجر میشه. ترش کردن معده. ترش کردن یه بیماری گوارشی که در اون محتویات معده شما به مری برمیگرده و به آستر مری آسیب میرسونه. ترش کردن میتونه باعث مشکل بلعیدن و قورت دادن بشه و یا باعث احساس وجود چیزی در گلو بشه. عوارض جانبی داروها از دلیل‌های ریختن آب دهانه. برخی داروها میتونن باعث افزایش آب دهان بشن. داروهای ضد روانشناختی و داروهایی که برای درمان آلزایمر مورد استفاده قرار میگیرن باعث تولید بیش از حد آب دهان میشن. اختلال قورت دادن و مشکل بلع از دلایل ریختن آب دهان. دیسفاژی عبارتی هستش از هر شرایطی دچار دشواری بلعیدن رو ایجاد میکنه. اگه قورت دادن آب دهانتون زیاد باشه، این میتونه نشانه هشدار باشه. MS، پارکینسون، فساد عضلانی و حتی برخی از انواع سرطان ها میتونه باعث دیسفاژی بشه و سختی در هضم آب دهان شما بشه. سری درمان‌های طبیعی و گیاهی وجود داره برای کاهش بزاق دهان و رفع مشکل ریختن آب دهان در خواب. گزینه اول دارچینه، یکی از رایج‌ترین روش‌ها برای درمان بزاق زیاد. از اونجا که توانایی اون برای کاهش باکتری‌های موجود درون دهان کاملا قدرتمنده، دارچین میتونه تولید بزاق رو فوراً محدود کنه. شما باید اون رو به عنوان یک چای و چند بار در روز مصرف کنید تا وضعیتتون رو به بهبود قرار بگیره. مقدار چوب دارچین پودر کنید و داخل یک کیسه چای با آب داغ ترکیب کنید و اجازه بدید چند دقیقه بمونه. وقتی حرارتش کم شد میتونید به صورت اختیاری عسل بریزید برای بهتر شدن مزهش و به صورت روزانه مصرف کنید. درمان بعدی با میخکه. میخک یک ادویه ویژه است که میتونه برای جلوگیری از تولید بزاق زیاد استفاده بشه. علاوه بر اون به خاطر ترکیبات ضد التهابی و ضد میکروبی برای تخلیه میکروب ها از دهان بسیار عالیه. چند تیکه گل میخک رو پودر کنید و سپس با آب گرم مخلوط کنید. شما میتونید این چای رو روزانه استفاده کنید. آب گزینه بعدیه. مهمه که همیشه بدن خودتون رو مرطوب نگه دارید. وقتی آب از دهان شما وارد گلوتون میشه، در نتیجه مقدار بزاق رو کاهش میدید. با این حال به عنوان یکی از کوچکترین درمانها در مورد نحوه حذف بزاق زیاد در نظر گرفته شده. درمان بعدی زنجبیله. زنجبیل یکی از موثرترین و مفیدترین روش هاست که میتونید مقدار بزاق زیاد در دهان رو کاهش بدید. زنجبیل رو به تکه های نازک ببرید و یکی از اونها رو در دهانتون بذارید و چند دقیقه نگه دارید و این کار رو به صورت روزانه انجام بدید تا کارایی زنجبیل رو ببینید.
نعنا گزینه بعدیه. نعنا نه تنها نفس شما رو به طور طبیعی تازه میکنه، بلکه نقش کلیدی در کاهش بزاق زیاد داره. این به عنوان یکی از بهترین نکات در مورد نحوه حذف بزاق در نظر گرفته شده، چون بررسی ها نشون داده که نعنا این توانایی رو داره که تولید بزاق رو دستکاری کنه. برای دیدن بهترین نتایج شما باید برگ‌های نعنا رو به مدت چند دقیقه به صورت روزانه در دهانتون نگه دارید. لیمو برای کاهش بزاق دهان. فواید متعددی برای لیمو وجود داره که شامل کمک به تولید بزاق دهان هم میشه. شما میتونید تولید بزاق رو تنظیم کنید و تشکیل بزاق اضافی رو با مکیدن لیمو کاهش بدید. دانه قهوه برای کاهش بزاق دهان و رفع مشکل ریختن آب دهان. دانه های قهوه بزاق رو جذب میکنن و دهانتون رو خشک نگه میدارن. اونها رو تمیز کنید و زیر زبونتون بذارید. مرسی از همراهیتون تا آخر این ویدیو. تا ویدیو بعدی، خدایا رو نگه دارتون.